خوش اومدید به این برنامه آموزشی حزب. همونطور که میدونین این از جمله سلسله برنامه آموزشی حزب و این برنامه راجع به فعالیت کمونیستیه. این که فعالیت کمونیستی چیه و پایه‌هاش چطوره و کسی که بخواد فعالیت کمونیستی بکنه چه کار باید بکنه. و طبعا مبنای سازمانی فعالیت سازمانی حزب کمونیست کارگری حکمتی است هم هست. این درس یا این بحث با بحث اصول سازمانی حزب یا بحث اساسنامه متفاوته، به خاطر اینکه اون بحث اصول سازمانی و بحث اساسنامه بیشتر برمیگرده به اینکه معرفی بکنه ارگانا رو چیه، کی چیکار میکنه و کجا وایساده، بالای دسته کیه و خیلی مقرراتیه. این بحث برای کسانی که با بحث‌های کمونیستی، جدل‌های کمونیستی 30 سال گذشته تو جنبش کمونیستی ایران آشنا هستن، به عنوان بحث سبک کار بیشتر معرفی شد، که حالا میگم دلیلش چی بود که این اسم روش گذاشته شد و از بحث اساسنامه تفکیک شد و از بحث اصول سازمانی به معنی اخصش تفکیک شد. این بحث طبعا مفتنیه و سندی به همین اسم، که این سند لابد وقتی که این ویدیو دست کسانی برسه اون وقت سندش هم آماده است و در واقع راهنمای یا کمکیه بر مطالعه اون سند همین راهنمای فعالیت کمونیستی و جای اونو نمیگیره، چون ما در مدتی که وقت داریم برای این برنامه نمیتونیم به همه نکاتی که اونجا اومده بپردازیم، در نتیجه به رؤوس قضیه، به رؤوس جایی که باید کمی روش متوقف شد و توقف کرد باید بپردازیم. در نتیجه خواهشم اینه که هر کی این بحثا رو میشنوه دقت کنه که باید به سند حتما دنبال اون سند بگرده، خود جزوه یا کتابچه‌ای که در میاد به عنوان راهنمای فعالیت کمونیستی، اونجا مسائل متنوع تری مطرح هست و مطرح خواهد شد. این یه جنبه قضیه. یه جنبه دیگه، این بحث خطاب به هر فعالیت کمونیستی در شرایط ویژه نیست. مثلا ببینید احزاب سیاسی، احزاب کمونیستی تو خارج کشور فعالیت میکنن، طبیعتاً باید بکنن. این بحثی لااقل، گرچه اون اصول فعالیت کمونیستی اون بحث فعالیت در خارج کشور رو هم میپوشونه، ولی این بحث کمتر راجع به اونه. در آخر این سلسله درس ها سعی میکنیم فرصت بکنیم کمی هم به اون بپردازیم، ولی اساسا این بحث راجع به فعالیت کمونیستی توی جامعه است، توی جامعه‌ای که مربوط به ماست، جامعه ایرانه به طور اخص اینجا. و اگه کسی بخواد تو جامعه انگلیس فعالیت بکنه اون وقت این بحث بهش مربوط میشه، ولی به عنوان مثلا تشکیلات خارج یه حزب دیگه که جای دیگه داره فعالیت میکنه، اون یه سازمان ویژه است، یه سازمان غیر متعارفه و محض خودشو داره. یا مثلا فرض کنید فعالیت در میان نیروهای مسلح، چه حالا این نیروهای مسلح اگه دولتی باشن، همین الان مثلا کسانی که بالاخره کار میکنن توی کمونیستایی که تو نیروهای مسلح کار میکنن، و یا اگه اون نیروی مسلح انقلابی باشه، کمونیستایی که توشون کار میکنن، این سازمانشون چجوریه، وظایفشون چیه، اینا همه متفاوته. بحث من اینجا راجع به اینا نیست، لااقل اول بحث، قسمت عمده بحث راجع به اینا نیست، قسمت عمده بحث راجع به فعالیت توی طبقه کارگره. ریتمی که میریم جلو، اول آروم آروم میریم جلو، در نتیجه وقت زیادی رو به یه سری اصول پایه‌ای‌تر اختصاص میدیم و بعد هرچی میریم جلو سعی میکنیم به تدریج دور برداریم و به تدریج مطالب رو سریعتر بپوشونیم و سریعتر بریم جلو. راجع به مراجع گفتم، مرجع اصلی ما همین جزوه راهنمای فعالیت کمونیستیه، منتها در کنارش مجموعه مراجعی هست که من کسانی که علاقه دارن بیشتر راجع به این مباحث بدونن تشویق میکنم و خواهش میکنم که به این مراجع مراجعه بکنن. از جمله مراجعی که اینجا من میتونم اسم ببرم، چه باید کرد لنینه، یه گام به پیش دو گام به پس بازم مال لنینه، چپروی کمونیست، بیماری چپروی بازم مال لنینه،
منصور حکمت و نوشته‌ای داره بسیار نوشته با ارزشی تو این زمینه به اسم کمونیست‌ها پراتیک پوپولیستی که جنبندی مباحثات کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیسته که بهش اشاره میکنم. سمینارهای اول و دوم کمونیسم کارگری مجموعه ای از سیاست سازماندهی ما در میان کارگران، بحث آژیتاتور پرولتر، نوشته چند تا نوشته از خود من هست راجع به بحث کمیته های کمونیستی، نکاتی درباره کار قانونی و غیر قانونی و غیره، و از جمله به مانیفستم یکی از جاهایی که باید بهش مراجعه کرد. میخوام بگم که بحثی که ما اینجا داریم برمیگرده به مجموعه خیلی نکات پایه‌ای تری از فعالیت کمونیستی و باید بهش پرداخت. با این مقدمات میخواستم راجب این به اصطلاح جلسه اولی که داریم این معرفی درس بود، امروز میخوام این جلسه را اختصاص بدم به سازمان و فعالیت سازمانی که اصولا فعالیت سازمانی چیه. ببینین فعالیت سازمانی خیلی وقتی توی حتی جریان های کمونیستی راجب سازمان و فعالیت سازمانی بحث میشه، سازمان رو به عنوان یه امر فنی نگاه میکنن، مثل خود بورژوازی به خاطر اینکه جامعه دستشه، شما میگین علم، به شما برین علم مدیریت رو بخونین، سازمان رو به عنوان یه تکنیک، بیشتر از هر چیز به عنوان یه تکنیک بهتون یاد میده، به خاطر اینکه هدف مفروض توش، هدف ماکسیموم کردن سوده و در نتیجه کسی بدون اینکه راجع به اون هدف حرف بزنه در واقع شروع میکنه راجع به سازمانی حرف زدن که اون پدیده رو میتونه انجام بده. ضرب اول سازمان کمونیستی، شما وقتی میخواین کار بکنین سازمان کمونیستی با سازمان تو جامعه بورژوایی از پایه متفاوته، به این معنی که شما وقتی سازمان تو جامعه بورژوایی دارین بحث میکنین راجع به سازمانی بحث میکنین که معیشت مردم رو گرو گرفته. شما رئیستون اگه توی کارخونه باشین، توی اداره باشین، تو ارتش باشین، تو بانک باشین، توی هر جا باشین کار بکنین، اگه مطابق اون چیزی که به شما میگن کار نکنین، حقوقتون رو میبرن. و فقط حقوقتون رو نمیبرن، زندگی خودتون و خانوادتون و خونتون و همه چی در خطره. یعنی اون اهرمی که سازمان رو دور هم نگه میداره، فرضش بر اینه که تمام تئوریای بورژوازی، فرضش بر اینه که معیشت سازمان، اون کسی که سازماندهی میشه با اون کسی که سازماندهی میکنه، معیشت این یکی دست اون یکیه. حالا اینکه این کافی نیست، باید انگیزه به وجود آورد، باید مثلا فرض کنیم که در سود کارخانجات به اصطلاح شریکشون کرد، در سود مؤسسه شریکشون کرد، باید تشویقشون کرد، باید برنامه تفریحی براشون گذاشت و غیره و غیره، اینا اجزای بعدیه. منتها پایه اینه که شما اگه چیزی بگین طرف گوش میکنه و طرف مجبوره گوش کنه. سازمان کمونیستی اینطوری نیست. سازمان کمونیستی سازمان داوطلبه، نه تنها پول نمیده به کسی که براش کار میکنه، بلکه ازش پول میگیره. و کارگری که میاد توی سازمان کمونیستی اینجوری نیست بهش پول میدن، از معیشت کمش و معیشتی که همیشه مورد جدال تو جامعه سرمایه‌داری باید بزنه و پول بده به حزبش و پول بده به مثلا اتحادیه‌اش. میخوام بگم که اون وقت مدیریت چنین سازمانی به طور کلی فرق میکنه، رهبری چنین سازمانی به طور کلی فرق میکنه. این یه سطح از قضیه است. یه سطح دیگهش هدف و وسیله است. ببینین شما سازمان درست میکنین برای چی؟ چون اگه سازمان درست میکنین برای اینکه دکوندارا رو به حرکت در بیاره، یه جور سازمانه. سازمان درست میکنین برای اینکه کارمندا رو به حرکت در بیاره، یه جور سازمانه. سازمان درست میکنیم برای اینکه جنبش ملی رو سازمان بدین، یه جور سازمانه. سازمان با وجود میاریم برای اینکه حکاری بکنه، یه سازمان خاصه. اینجوری نیست که هر وسیله رو میشه برای هر هدفی به کار گرفت. شما نمیتونین برگردین هر چهار نفری رو بذارین کنار هم بهشون بگین که شما وظیفتون اینه برین انقلاب بکنین. چجوری باید انقلاب بکنن؟ اگه اون چهار نفر به اصطلاح ریشه‌ای توی اون جامعه، ریشه به طبقات خاصی، اگه خورده بورژوا باشن و اگه کلن جنبش فرض کنیم متعلق به جنبش بورژوایی باشن، خیلی ساده میتونن به این برسن خب بریم کودتا کنیم.
چرا باید حالا خودمون رو اذیت کنیم؟ اگه من بتونم کودتا بکنم، کودتا راه ساده تریه دیگه. برای بعضی طبقات کودتا راه نیست، برای بعضی اهداف کودتا راه نیست. شما اگه جنبشی داشته باشین برای اینکه بخواد متکی باشه، برای اینکه کارشو بکنه متکی با آگاهی و بسیج بخشی از جامعه باشه، اون وقت دیگه کودتا راه نیست. چون کودتا هم بکنین همون بخش برمیگرده خودتون رو سرنگون میکنه، اصلا ابزارش دستتون نیست. در نتیجه سوال اینه که این سازمان رو برای چی میخواییم؟ یعنی هر کی از خودش میپرسه سازمان یا فعالیت سازمانی چیه، فعالیت کمونیستی یا فعالیت سازمانی چیه، باید از خودش بپرسه برای چی، برای چه امری. وقتی اینجا برگردین نگاه بکنین، این بحث دقیقاً از همینجا شروع، بحثی که من بهش اشاره کردم به عنوان بحث سبک کار، بحثی از همینجا شروع شد که شما نمیتونین نقد به فعالیت کمونیستا رو که عدم کاراییشو به خصوص توی طبقه کارگر نشون داده، عدم کاراییشو در رهبری کردن یه انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی نشون داده، به بی‌توجهی این چیز یا اون چیز نسبت بدین. به هدفی باید نسبت بدین که اون سازمان داره دنبال میکنه و این رو باید اگه نگاه کنین، اون وقت برمیگردین به خودتون میگین که من چه هدفی دارم. برمیگردین، ما خب معلومه، میگیم صورت مسئله و موضوع بحثمون فعالیت کمونیستیه. کمونیسم چیه؟ کمونیسم آیا برای ما مجموعه عقایده که معتقدیم که مبارزه طبقاتی هست، معتقدیم که سرمایه‌داری باید از بین بره، معتقدیم که به اصطلاح یه سری اصول اعتقادیه؟ اگه کمونیسم برای شما این باشه، اون وقت یه سازمان خاصی براش به وجود میارین، سازمان اشاعه این اصول اعتقادی. برای ما، برای کمونیسمی که ما داریم، کمونیسمی نیست. کمونیسم مجموعه از اصول اعتقادی نیست. کمونیسم یه جزئیه، یه بخشی از جنبشی که تو درون طبقه کارگره. قبل از این نبوده، قبل از سرمایه‌داری نبوده، بعدش هم نخواهد بود. یه تاریخ مشخص 100 ساله داره به اسم که معلوم هم هست از کجا شروع شد و به کجا قرار خاتمه پیدا کنه. کمونیسمی که ما داریم حرفشو میزنیم یه جزئیه از جنبشی که در درون خود طبقه زنده است. طبقه کارگر جنبش‌های مختلفی توشه. جنبشی چیزی که بهش میگن جنبش کارگری ملغمه جنبش‌های بسیار متفاوتیه، از سندیکالیسم گرفته تا آنارکو سندیکالیسم تا اسلام مترقی تا همه چی توش هست. شما برگردین با یه کارگر حرف بزنین، می‌بینید مثلا فرض کنین تو غزه اتحادیه اسلامی هست، بخیر اتحادیان اسلامی هستن. تو انگلیس چیزی هست به اسم لیبر، حزب کارگر، که پشتش به ترید یونیونیسم انگلیسه. اینا همه اجزای جنبش‌های مختلف کارگری هستن. از میون اینها کمونیسم هم یکی از ایناست، یکی از ایناست که با همشون متفاوته، که ریشش تو اون طبقه است و ریشش اعتراض اون طبقه است به موقعیت وجودیش. در نتیجه فعالیت کمونیستی از همین اعتراض شروع میشه، نه از سازماندهی دادن جنبش ملی یا جنبش همگانی یا نمیدونم جنبش‌های از این دست. جنبش یه طبقه خاصیه، یه گرایشی توی طبقه کارگر هست که فکر تفاوتش با گرایش‌های دیگه‌ش اینه که فقط منفعت امروز، همونطوری که مانیفست معرفی میکنه. مانیفست میگه فرق کمونیستا با گرایش‌های دیگه تو درون طبقه کارگر چیه؟ میگه فرقشون اینه که کمونیستا منفعت امروز فقط نمایندگی نمیکنن، منفعت آتی طبقه رو نمایندگی میکنن، منفعت یه جای مشخص رو نمایندگی نمیکنن، منفعت کل طبقه رو نگاه میکنن. و هدفشون اینه که کار مزدی رو ور بندازن با کمک خود طبقه کارگر، یعنی با اتکاب نیروی طبقه کارگر. این جنبشه، این اعتقادی نیست. قبل از اینکه اعتقاد داشته باشه یه جنبش مادیه، مثل جنبشی که فرض کنین دهقان برای تقسیم زمین داره. این از سر اعتقاد اینکه قرار زمین مالک هر کس است که روی آن کار میکند نیست. این تو جامعه سرمایه‌داری موجود نیست. شما نمیتونید به این کشت و صنعت داشته باشین، کارگرای کشت و صنعت به این شعار پابند نیستن که زمین مال کسیه که روش کار میکنه، چون این مال خودش باشه که با این کمباین و با این دستگاه مکانیزه و با این سمپاشی و با این تولید کلون که یه نفر نمیتونه روی زمین کار کنه، مطالبهش مطالبه کارگری میشه،
میگه این ملک، این ملک جامعه است، نباید متعلق به سرمایه خصوصی باشه، نباید برای سود تولید کنه. میخوام بگم که هر دوتاشون با زمین کار میکنن، کارگر کشاورزی با زمین کار میکنه، دهقان هم با دهقانی که تو دوره فئودالی هست با زمین کار میکنه. دو تا جنبش متفاوتن. بس راجع به این نیست که اون دهقان حق داره و جنبشش به حقه. کمونیسم راجع به جنبش حق طلبانه نیست. کمونیسم راجع به جنبش آدمای خوب نیست. کمونیسم راجع به آدمای خوش اخلاق نیست. کمونیسم جنبش اعتراض بر یه نوعی از اعتراض یه طبقه خاصه. میخواد خوش اخلاق باشه، میخواد بد اخلاق باشه، میخواد هر این اعتراضه. نیاز این اعتراض اون وقت اینه که رابطه‌شو با جنبش‌های دیگه تعیین بکنه. این بحثیه که در آخر اینجا بهش میرسیم که رابطه مبارزه کمونیستی با حق طلبی جنبش‌های دیگه طبقات دیگه چیه. منتها قبل از اینکه اون رابطه رو تعیین بکنی، خود این فعالیت رو باید بدونین چیه. بعد بشین بگیم من اینم، حالا اون یکی من چیکار باید بکنم، رابطه من با این چیه. ضمن اینکه میدونم که در مقابل سوسیالیسم من همه اینا وای خواهند ایستاد. دهقانی که طرف زمین میخواد در مقابل سوسیالیسم خواهد ایستاد، برای اینکه مالکیتش رو دفاع میکنه. میشه ارتش نیروی سفید علیه سرخا. تو روسیه اینجوری بود، همه جا اینجوری بود. کمون پاریس رو دهقانان شکست دادن، راستش بیشتر از هر کس. دهقان بسیجش میکنه، میاد میگه اینا اومدن میخوان زمینا رو بگیرن، زناتونم اشتراکی کنن. کرور کرور میره به جنگ طبقه کارگر، منفعتش ایجاب میکنه. یه جاهایی اون وقت با هم منفعت مشترک پیدا میکنین. اگر این نباشه، اگر این دید عمیق نباشه، از یه جنبش همگانی شروع کنیم، اون وقت به نتیجه غلطی تو امر سازمان میرسیم. بس همینه که هدف و وسیله یه رابطه انتگری با هم دارن. شما نمیتونین هدفتون یه چیز باشه، برین یه وسیله رو بردارین که اصلا فرض کنین هدفتون اینه سوسیالیسم بیارین، بعد وسیلتون اینه که به همه دروغ بگین، سر همه کلا بگذارین، پول همه رو بخورین، بعدم خرافه پخش کنین تو جامعه. نمیشه. این دوتا به هم چفت نمیشن. یا برین بانک درست کنین، بعد هدفتون اینه بانک سود مالی ببره، بعد برین امور خیری از بانک پول بدین به مردم همینجوری بی خودی به قرض. فرق نمیکنه. هدف و وسیله یه پدیده انتگره هستن. این برای کمونیسم بیشتر از همیشه لازمه بهش توجه بکنه، به خاطر اینکه تو جامعه سرمایه‌داری هدف مفروضه. شما برای فعالیت کمونیستی مرتب باید هدف رو بگیری جلو حزبت، جلو طبقت، جلو مرتب باید باز تعریفش بکنی، مرتب باید. و یعنی داده جامعه اینه که اینطوری. خیلی از ما میپرسن چرا اون کار نمیکنی، چرا این کار نمیکنی، چرا مثل فلان حزب فعالیت نمیکنی. میخوام بگم که اینا بحثاییه که باید بهش توجه کرد و سوالی که باید بهش جواب داد اینه که خب برای انقلاب کمونیستی، برای انقلابی که ما میدونیم، انقلابی که لااقل ما میدونیم طبقه کارگر توش تنهاست، چه کار باید کرد؟ این صورت مسئله است. چه سازمانی بهش احتیاج داری؟ آیا این ممکن هست یا نیست؟ خب بعضیا میگن نیست. بعضیا میگن که در یک کشور نمیشه، باید در چند کشور. حالا این صورت مسئله چند کشور رو در همه دنیا بشه، این یه بحث دیگه است که باید اینجا نمیگنجه، که یه قیامت سوسیالیستی هست که همه اون وقت میگن همه زنده میشن، این یکی فکر کنه همه یه روز با هم سوسیالیست میشن. اینا رو بحثش وارد، ولی برای ما بر این اساسه که انقلاب کمونیستی ممکنه، طبقه کارگر ناچار این انقلاب بکنه و باید این کار صورت بگیره. و سوالی که اون وقت در مقابلمون هست اینه که چه کار باید کرد. اگه من اینجا یه پرشی میکنم به این که در نتیجه ما میخوایم انقلابی سازمان بدیم، این بحث یه بحث قدیمی اینجا پیش میاد که اتفاقا تو تاریخ کمونیسم ایران خیلی به وسعت پیش اومد. یعنی بحث درگیری خیلی جدی بود، به خصوص بعد از انقلاب 57. انقلاب 57 نشون داد که کمونیستا در بسیج و متشکل کردن و متحد کردن طبقه کارگر ناتوان بودن و بحث در گرفت. به اصطلاح بحث راجع به جنبه فعالیت کمونیستا
و این بحث به فرموله ترین شکل در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست مطرح شد که ایراد چی بود. بحث های مختلفی اومد که دنبال روی بوده نبوده، اکونومیزم بوده نبوده. اونایی که میتونن هر کی علاقه داشته باشه به همون بحث پراتیک کمونیستی، نقد پراتیک پوپولیستی منصور حکمت مراجعه بکنن، خیلی سند گویا و سند مفیدیه که امروز هم دوباره بهش آدم مراجعه بکنه. بحث به اینجا متمرکز شد، در بالاترین سطحش دست بحث در این سطح متمرکز شد که گویا کمونیستا اون وقت به اصطلاح دنباله روی توده ها در انقلاب بودن. این بود، در حالی که شما باید پیشروی توده ها در انقلاب باشین. این بحث در این حد متمرکز شد و این فرمول بندی همون وقت بعد از یک مدت بسیار طولانی بحث رد شد، به این دلیل که همین فرمول بندی که وقتی شما میگین کمونیست ها باید رهبر توده ها باشن، رهبر توده ها در انقلاب باشن، دو تا کلمه توشه که کل بحثی که من تا حالا اینجا کردم رو نفی میکنه. رهبر کدام توده ها؟ دکوندارا، معلمین، زمین، دهقانان و در کدوم انقلاب؟ انقلاب برای زمین، انقلاب سوسیالیستی؟ میخوام بگم که این فرمولبندی پوپولیستی اون وقت مطرح شد و دقیقا مطرح کنندش هم کسانی بودن که امروز به همون اسم دارن حرف میزنن، همین تقوایی و حزب کمونیست کارگری ایران. الان رفته انقلاب، ما هم از روز اولی که گفتن انقلاب گفتیم کدوم انقلاب؟ انقلاب اسلامی یه انقلاب، انقلاب دموکراتیک یه انقلاب، انقلاب کمونیستی یه انقلاب دیگه است. وظیفه ما پیشرو بودن توده ها در امر انقلاب نیست، وظیفه ما متشکل کردن طبقه کارگر برای انقلاب کمونیستیه. هم انقلابش معینه، هم توده هاش توده ها نیست. اینکه چجوری باید اون وقت قدرت طبقه کارگر با بخشای دیگه جامعه سعی بکنی تقویت بکنی، اینجا پای تاکتیکو میاره وسط. ولی هدف شما انقلاب نیست. من میخوام چیکار کنم انقلاب بشه به طور کلی؟ اگه شد خب یه کاری میکنم دست من، اگه ولی خودم بیافتم جلوی انقلاب برای توده ها و کلا انقلاب سازمان بدم. این بحث اصول فعالیت کمونیستی این بحثو نمیپوشونه، چون لازمه به انقلاب کمونیست نیست. هر سبزم میتونه ادعا بکنه من دارم انقلابی سازمان میدم، توده ها را آوردم. همه ناسیونالیست ها این کارو میکنن. ما یه کم انقلاب توده ای شده و کم احزاب پیشرو توده ها در انقلاب بودن. تمام اروپا شرقی اینجوری شد، ماو اینطوری بود. بحث ما بر سر این نیست و بحث ما در نتیجه اینجا نکته ای که اون وقت وسط اومد گفت بحث بر سر سازمان نیست، بحث بر سر سبک کاره و سبک کار همونقدر هویتیه که برنامه حزب. سبک کار همونقدر پایه‌ایه که اصول هویتی شما. سبک کار همونقدر به اصطلاح به کمونیسم شما مربوط میشه که تبلیغاتتون. سبک کارتون برای کی دارین مینیسین، برای کی حرف میزنین، منطبق بر چیه و فعالیتی که دارین تجویز میکنین مخاطبش کیه. اگه مخاطبتون فقط جوانای بیکار تو شهر، اون یه جنبش را میندازین، برای اونا دارین درس میدین، یه جنبش را میندازین. اگه پرولتر صنعتی که تو نفت و برق و گاز و پتروشیمی و نساجی و دارن نعمت اون جامعه رو تولید میکنن و این جنبش اوناست، جنبش دانشجوان نیست، جنبش تحصیل کردگان ناراضی نیست، جنبش زمینداران هم نیست، جنبش دهقانان ناراضی هم نیست و جنبش اوناست برای انقلاب اونا. در نتیجه سوالی که در مقابل ما قرار میگیره در فعالیت کمونیستی راجع به چیست؟ فعالیت کمونیستی راجع به سازمان دادن جنبش طبقه کارگر برای انقلاب کمونیستیه و این رو ما باید بهش بپردازیم. بقیه به این معنی نیست جنبه های دیگه نداره، از کار نظامی داره، از کار بین دهقانان داره، کار در جنبش زنان داره، در جوانان داره، منتها اونا همه جنبه فرعی و جنبه های عارضی هن که به عنوان تاکتیک وارد قضیه میشن. تئوری سازمانی یه حزب کمونیستی بر اساس صورت مسئله سازمان دادن، متحد کردن، متشکل کردن طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی شه. همین. و سوالاتی که میذاره رو میزش این سواله. این که در خارج کشور چی کار میکنه، در فلان جا چی کار میکنه، بحث ثانویه. این مجموعه به اصطلاح مقدمه بود، خواستم من اینجا توضیح بدم تا
تو این قسمت اول بحث یا درس اولی که جلسه اولی که اینجا نوشتیم که بگم که بحث از فعالیت کمونیستی، بحث به طور کلی راجع به علم سازمان، رابطه ستون و ستاد و نمیدونم این رابطه های فنی که تو دانشگاه راجع به اصول سازمانی فعالیت سازمانی میخونی نیست. بحث راجع به نحوه پیچیدگی های فعالیت کمونیستی به من این معنی اخصه که این معنی هویتی ماست. در نتیجه این بحث همونقدر هویتیه که برنامه دنیای بهتر برای ما هویتیه، که مانیفست برای ما هویتیه. مطلقاً بحث فنی نیست و باید روی این متمرکز بشیم. این قسمت دوم بحث، اون وقت وارد سطوح کنکرت‌تر از این میشیم. فقط خواستم اول بحث رو، اول این بحث رو با این شروع کنم که اگه این رو متوجه نباشیم به راه بیراهه میریم و مسائلی رو میذاریم جلومون که مسائل ما نیست، یا در این شکلش مسائل ما نیست، اونا مسائل عارضیه که اون وقت باید بهش جداگانه پرداخت و همش هم جواب میخواد. ولی مسئله فعالیت کمونیستی این مسئله است. مرسی.